کشور ما بودیم که ما یک جغرافیای خاصی داریم که خوشبختانه هر کدوم از تمدن‌های قدیمی که بخواد راجع بهش صحبت بکنن حتما یک گوشش به ایران مربوط میشه. از تمدن آشور و کلدانی و مصری و پرشیا و نمیدونم سوریه بگیری تا برید هند، بیایید به بخشی از چین، ببینید که مردم‌های قدیم همه هر که صحبت کرد یک گوشش به ایران برمی‌خوره. این سینی که اینجا هستش سال 61 به طور تصادفی بولدزر در واقع کشفش کرد، ولی این یک کشف خیلی بزرگی هست که تبدیل شد به لوگوی جام ارجان، به لوگوی کاروان المپیک ما. اهمیتش در این هست که این در یک تابوتی کشف شد که بعدا فهمیدن این تابوت پادشاه ایلامی هست به نام کیلین کوتران. البته تابوتش در همون دورای قدیم هم سرقت شده بود، ولی چیزایی که ازش مونده بود این سینی بود و تعداد 100 تا مهره طلایی و چیزایی بود. اما اهمیت این در کجاست؟ در این چرخه زندگی است، در این گلی است که شما میبینید. همیشه شرق‌شناسا به این گل گفتن این گل نیلوفره، در حالی که این گل حدود 3500 تا 5000 سال سابقه داره. این گل خورشیده، گل آفتابگردان، گل خورشیده، نماد خورشیده. خورشید رو در قدیم گفتن دور گردون، چرخ گردون، چرخ فلک، چرخ تبدیل، چرخ سرمایش، که همه زندگی ما به این وابسته بوده. اینو شما تمدن ایلامی می‌بینید، در تمدن بعداً مصر می‌بینید، در هخامنشیان شما اگر نگاه کنید در تمام این سرستون‌ها و نوشته‌های هخامنشی همین گل وجود داره. ما در ایران 26 اثر فرهنگی تمدنی رو ثبت یونسکو کردیم، ولی تمدن ما خیلی خیلی بیشتر از اینها ظرفیت و استعداد ثبت آثار جهانی داره. شاید حدود 30 تا دیگه الان تو نوبت هست که اینها باید ثبت یونسکو بشه و در حال انجامه. موارد دیگر رو تک تکشون فکر کنم شما آشنا هستید. حافظ که خب اشعارش خیلی معروفه، شعر معروف با دوستان مروت، با دشمنان مداراش، دنیای از حرف داره. یک عارفی است که اگر بخوام به سطح امروزی معنیش بکنیم یک فرد، یک عارف رفتار حقوق بشر و انسان و اینهاست. این میدان هم که شهرت جهانی داره که از دوره صفویه هست و این کتابی که ثبت میراث جهانی شده کتاب مسالک و ممالک هست که بهترین نقشه ها رو داره. از جمله اون نقشه ها نقشه های خلیج فارس هست. این ثبت میراث جهانی شده و اینکه این کتابی است که تمام راه ها، جاده ها، کشور ها و شهرها رو شرح داده و از همه اینا مهمتر سرزمین فارس هست یا استان فارس هست و مملکت ایران هست که می‌بینید که چقدر در اون دوره هم عظمت داشته. و خود این کتاب مسالک و ممالک هم البته از کتاب‌های دیگه هم اقتباس کرده. بنابراین می‌بینید که ما یک تاریخ و تمدن بسیار درخشانی داریم و همه